بر موج برنامه اطلاعاتی خبر. در دوشنبه توسعه رابطه های پارلمانی تاجیکستان و روسیه بررسی کرده شد. ملاقات نوبتی گروه کاری تاجیکستان و قرغزستان برگزار گردید. 40 نفر ختم کردگان افغانستانی که در شهر دوشنبه تحصیل میکردند صاحب اتیستاسیه گردیدند. در سوخت 1 مرد زیر دیواری فرو ریخته مانده به هلاکت رسید. کارهای آبادانی در جماعت دهاتی سرزم وسعت مییابد. 9 طلا و 3 برنجی ورزشکارانی پنجاکند. رئیس کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید با کارهای بین المللی اتحادیه های جمعیتی و اطلاعات سید مراد فتح زاده با هیئت وکیلان دومه دولتی فدراسیون روسیه تحت ریاست معاون رئیس کمیته دفاعی دومه دولتی هماهنگ سازی گروهی وکیلان اوید با رابطه با پارلمان جمهوری تاجیکستان یوری شویدکین ملاقات نمود. اطلاع میدهد امید خوار. در ملاقات روابط دوجانبه تاجیکستان و روسیه در همه زمینه ها بخصوص همکاری پارلمان بررسی گردید. ابراز گردید که بازدید وکیلان از دولت‌های همدیگر به توسعه همکاری دوجانبه در تمام عرصه‌ها زمینه مساعد فراهم آورد. جانب‌ها با گسترش منبع‌های رابطه‌های پارلمانی دو دولت در تمام سمت‌ها اظهار امیدواری نمودند. هیئت ولایت سوخت را رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت و ولایت بودکند را نماینده وکالتداری پرزیدنت جمهوری قرغزستان عبدالکریم علیمبایف رهبری نمودند. اطلاع می‌دهد خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوخت. در ملاقات وابسته با تقویت بخشی کارهای فهموندهی میانی اهالی، استفاده یک جایه از آب پلیزی و نوشاکی، رعایت طلبات پروتکل های قبلا امضا شده مورد تحلیل قرار داده شد. با اطلاع منبع در آخر روز از روی نتیجه ملاقات مذکور پروتکل آماده گردیده از جانب فرماندهان قشون های سرحدی دو کشور امضا گذاشته شد. در سفارت افغانستان در تاجیکستان با 41 نفر ختم کردگان افغانستانی که در مکتب سامانیان شهر دوشنبه تحصیل را به انجام رسانیدند اتیستات ختم سپریده شد. به ختم کنندگان اتیستات ها را محمد ظاهری اخبر سفیر افغانستان در تاجیکستان سپرید. محمد ظاهری اخبر گفت امروز ما به مردم افغانستان نشان میدیم که روحیه مقاومت شکست نخورده است و به حقوق زن در این سوی عام و ارج گذاشته می شود. ناجیه ظاهر دایرکتور مکتب سامانیان در صحبت با آسیا پلاس گفت برخلاف آن که امروز در افغانستان اکثر فرزندان مردم افغان از تحصیل محرومند و دختران در خانه ها زندانی شدند، سفارت افغانستان در تاجیکستان تصمیم گرفت که اتیستات ها را در مراسم تنتنوی تقدیم کند. در دیهه راسراود در نوحه دیوشتیچ بر اثر بارانی شدید سیل به عمل آمد. خبر می‌دهد کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان. در نتیجه آمدن سیل تا خانه‌ها قسمان زیر آب مانده است. همچنین آمدن سیل باعث فرو ریختن دیوار مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی دیهه گردیده است. در نتیجه فرو ریختن دیوار یک ساکن محلی زیر آن مانده به هلاکت رسیده است. رئیس شهری پنجاکند عبدالخالق خالقزاده هنگامی بازدید از جماعت دهاتی سرزم توجه رهبریت آن صاحبکاران و ساکنان دهه های دو طرف شاهراه را به تازه آزاده نمودن راهرو جای ها با نمای زیبا آرایش دادن بناهای مرکزهای سودای خدمترسانی خانه های استقامتی جلب نمود. به صاحبکار سفرعلی ایسایف برای در مهلت کوتاه به استفاده دادن مرکز خدمترسانی و سودا با کارگاه دوزندگی نظر را با نمودن نمای بیرونی آن به ساکنان دهه های سری راه برای دست جمع آنها تعمیر نمودن راه های حدودی آنها دستور داده شد. رهبریت جماعت دهات موظف کرده شد که اجرای این کارها تعمیر مؤسسه های تعلیمی به سال نو تحصیل بنیاد مکتب و صنف خانه های ایلوگی را زیر نظارت همروزه قرار دهد. گفته شد که با ادامه این کارها آنها در معرفی شهر پنجاکند برای مهمانان و مسافران نیز سهم گذارند. طوری از مکتب ورزشی شهری پنجاکند خبر دادند ورزشکاران سابقه دار و ناموری شهری پنجاکند شوکت عبدالویف، میرشاد سمادوف و اویبک بریتی مرودوف در مسابقه جهانی اوید با وزن برداری که در شهر سن پیتربورگ فدراسیون روسیه برگزار گردید هر کدام در 4 نمودی آن اشتراک نموده صاحب 3 نشانی طلا و 1 تاگی نشانی برنجی گردیدند و غالب مطلق و رکاردسمن این مسابقه بانفوذ دانسته شدند. در موج برنامه اطلاعاتی خبر.